به تو امثال تو را مقتول میکردن. صدا تو تصویر مرا به خاطر بسوار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما در جریان است. اوکی، برو. درود به شما، درود به رضای عزیز، رضا تمیزکار. ببخشید بابت این تاخیر، به خاطر نقص فنی بود که تو اتاق فرمان پیش اومد. برنامه زنده اینجوری میشه. امروز در غیاب حامد محمدی به اجبار بنده سکان هدایت این برنامه رو به دست گرفتم ناخواسته. حالا کم و کسری بدی خوبی داره، شما به بزرگواری خودتون ببخشید. دیگه ناچاریم دیگه، این اتفاقا برای ما میفته و با امکاناتی که داریم مجبوریم بعضی وقتا اینجوری هدایت کنیم برنامه رو. و در خدمتتون هستم. رضا جان بشنویم شما رو. از ادب و احترام خدمت شما و بینندگان محترم، ممنون هستم که بنده رو دعوت کردید. امیدوارم که امروز البته ما شما رو دعوت نکردیم اینجا، شما خودت از ارکان اصلی این برنامه هستی. شما قدم رنجه میفرمایید، میایید با توجه به مشغله ای که دارید میایید توی برنامه و ما در خدمتتون هست. این که دعوت کنند غریبه رو دعوت میکنن، شما ارکان اصلی هست. لطف دارید شما. باشه، به عنوان یک سرباز کوچیک کشور در خدمت شما و هموطنانمون هست. قربانش. رضا جان، این بحثی که پیش اومد اگه یادت باشه هفته گذشته، من میخوام اصلا اون روال خوش که نمیدونم کلاسیک آیتما رو بذاریم کنار، بیایم خودمونی تر سفره دلمون رو با مردم باز کنیم. کسایی که دارن ما رو میبینن برای ما ارزش قائلن و ما به احترام زیادی براشون قائلیم و خودمون رو سرباز اونا مینامیم، در اصل ملت بزرگ و شریف ایران. هفته گذشته اتفاقی که افتاد اگه دیده باشی، مرزبانی طالبان اومد یه عده رو دستگیر کرد. حالا اشتباهی بود، این اشتباه پیش میاد معمولا تو نیروهای مرزی که خط مرزی رو رد میکنن، اونور میرن برمیگردن با یه تذکر ساده است. معمولا حتی بین مرزبانان دوستی برقراره، اگه جنگی برقرار نباشه دوستی برقراره. من خودم شاهدش بودم وقتی توی نیروی زمینی ارتش بودم و شما هم که اصلا پلیس بودین قطعا شاهد این تبادلات و اینجور برنامه بودی. چی میشه که نیروی انتظامی ما، درجه دار ما یا افسر ما وقتی اسیر طالبان میشه اونجا برمیگرده میگه که منو رها کنید دستتو ببوسم؟ میشه راجع به این یه صحبتی بکنی برمی؟ از بزرگ شما از قدیم گفتن حرمت مسجد به متولیش هست. متاسفانه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی یا سرمایه‌دار سریعتر صحبت کرد، آماده نکردیم اونقدر چیزها رو. نه ما اصلا به بداهست چیزی رو نمی نویسیم نه آماده میکنیم. آره، حس درون شما جمهوری اسلامی به خاطر اینکه هیچ سنخیتی با ایران نداره، یعنی اصلا ایرانی نیست که واسه ایران یا اون سربازی که در نقطه مرزی کشور داره بالاخره از آب و خاک کشور دفاع میکنه سنگر اول رو داره، هیچ ارزشی برای اون قائل نیست. ما چند ماه گذشته بود فکر کنم حالاش 6 ماه پیش بود که یک اتفاق مشابهی پیش اومد. یک مرزبان ما به یک خودروی مشکوک میشه و تعقیب گریز که اتفاق میفته، دقیقا حضور ذهن ندارم، که وارد خاک افغانستان میشه که حالا ویدیوهاش در فضای مجازی یادم هست. آره، گرفتن دستاشونو بسته بودن و با توهین و لغت و اینا میبردنش. بله متاسفانه. و خب وقتی اون فرمانده، اون کسی فرمانده یک نیرو به عنوان پدر اون خانواده هست، وقتی پدر فرزند خودش رو میندازه و حمایتش نمی کنه، خب مطمئنن یک رژیم مثل طالبان که کاملا رادیکال هست و خب اون پروسه های دیپلماسی رو رعایت نمی کنه، خب
رفتارهای ناشایستی با اون مرزبان یا با اون سرباز انجام میدن. اگر اون روز اول فرمانده مرزبانی، فرمانده نیروی انتظامی یکم بهتر رفتار میکرد، حمایت میکرد از نیروهاش، امروز همچین چیزی رو نمیدیم. ولی متاسفانه نیروهای انتظامی، مرزبانی و سایر رسای تخصصی ما در نیروی انتظامی فقط افرادی هستن که برای بقای حکومت ارزش دارن. یه نکته رو اشاره کردی رضا، این که ببخشید میونه کلامت، این که برگشتی گفتی که فرمانده براشون ارزش قائل نیست، خب یعنی برای سربازی که نقطه صفر مرزی داره خدمت میکنه تقریبا بین ما نظامیان رایجه که میگیم زیر پونس نقطه صفر مرزی، یعنی جایی که اصلا نیست در نقشه زیر پونسه دیگه، صفر مرزی. وقتی یه سربازی اونجا داره خدمت میکنه، فلسفه خدمت اینه که اون اتفاقا داره کار مقدستری میکنه، همه امکانات باید برای اون نفر برسه، چون داره از کیان ملی یه کشور دفاع میکنه. اینی که من امروز میبینم و شما قطعا دیدین، ماشینایی که در اختیار این بچه ها از لب نقطه صفر مرزی، ماشینای تجاریه که رنگ نظامی خورده و اصلا قابلیت نظامی بودن نداره. بعد اون وقت تو سرکوب داخل شهرها ما هامرایی میبینیم که حالا دستساز خود جمهوری اسلامی یا هرچی که هست، ماشینایی که میارن برای تقابل با مردمی که مسلح نیستن، مردمی که حتی اومدن مثلا برای اعتراض، برای هم اصلا بازنشستگان نیروهای مسلح که اومده بودن برای حق و حقوقشون، جانبازان، ماشینایی که برای اونا آورده بودن با اون تجهیزات بود، هامر و فلان اینا بود. بعد ماشینی که مثلا در نیروی مرزبانی ماست که باید از کیان ملی دفاع کنه، اون افتضاح و اون خرابا، ما نظامی ها بهش میگیم رد پنجی، حالا بچه هایی که نظامی هستن میدونن رد پنجی یعنی چی، وقتی من میگم رد پنجی دقیقا مشخص رد پنجی یعنی چی. نظر راجع به این ماشین ها و اینا چی؟ از بزرگ شما نیا کنید، باز برمیگردیم به اصل جمهوری اسلامی. ما اگر حساب کنیم حالا بگیم اصلا اینها ایرانی هم باشن، مسلمان هم باشن که نیستن، اصلا داره ثابت میکنم هر چیزی که تا الان تو این 45 سال گفتن رو نقض کردن. میگن در اسلام گفتن که یک شب پاسداری در مرز برابر هست با 70 روز عبادت. خب یعنی اسلام اینو میگه، البته اگه اعتقاد داشته باشی بهش. دقیقاً من این رو مثال رو فقط دارم میزنم، شاید همکاران سابق من در مرزبانی در معاونت‌های مختلف صدای بنده رو بشنون و یکم فکر کنن به این حرفا. اگر واقعا جمهوری اسلامی واقعا اسلامی می بود و انسانی می بود و دوستدار ایران ایرانی می بود، حداقل برای مرزبان خودش که سنگر اول هست یک اهمیت متفاوتی قائل بود، چرا که اون مرزبانی که در مرز کشور داره خدمت میکنه حداقل 50-60 کیلومتر از اولین روستای مرزی فاصله داره. یعنی اون مرزبان اگر یعنی سردردی دورتره. بگیره آره دورتره، اگر سردردی بگیره، اگر مشکلی داشته باشه، مریض بشه، اگر بخواد به کسی زنگ بزنه، اصلا بخواد گوشیشو شارژ کنه، نمیتونه، دسترسی نداره و با بدترین خشکم میره اونجا. یعنی میونه کلامت وسایل نظامی که مثلا تغذیه و اینجور چیزا میدن به اونا خشکشو میدن، یعنی برنج خشک میدن پخته نشده، حبوبات خشک میدن خودشون بپزن اونجا بخورن. اینجوری نیست که مثلا غذا از مرکز پخته بشه، بعضی هاشون اصلا نقاط صعب العبور هستن، حالا شرق کشور نقاطی هستن که دسترسی بهشون راحته، ولی اونایی که مناطق کوهستانی هستن، برخی از این عزیزان میشه گفت نقاط صعب العبور دارن خدمت میکنن. عرض به حضور شما که من عذرخواهی میکنم چون من اینقدر مشغله فکری و ذهنی داریم من مطالب فراموشم میشه. این مرزبان هایی که دارن اونجا خدمت میکنن هیچ امکانات اولیه زندگی ندارن. یعنی من مثلا ویدیوهایی هست از دوستان، حالا همکاران سابق به دست من رسیده یا میرسه،
حالا به عنوان آرشیف ما نگرشون میداریم یا منتشرشون میکنیم. مثلا یک ویدیویی بود تو همین چند وقت پیش برای شب چهارشنبه به سوری گفتن که شما دو روز قبل از چهارشنبه سوری تو این برف از کوه ها بیاین پایین و لوازم بهتون بدیم، امکانات میوه و شیرینی و وسیله بدیم که برای این استفاده. اینها اومدن پایین، این بنده های خدا برای من فیلم فرستادن، ولی خب به خاطر اینکه حالا اینها مردمی بودن و بالاخره مسائل امنیتی نمیشه بخش میوه‌ای که به اینها داده بودن، یعنی اون مرزبان داخل برف یک روز پیاده داخل برف اومده تا اولین شهر مرزی میوه ها رو گرفته و دیده که میوه همه خراب هست و این مرزبان با این خستگی دوباره چند ساعت تو این برف حرکت کرده تا رسیده دوباره به اون پایگاه یا اون پاسگاه مرزیشون. یعنی واقعا ارزش نیروهای مرزبانی ما این هست. بعد با یعنی مقایسه یعنی میکنیم. من یه جمع‌بندی بکنم ببخشید میونه صحبت دامه میاد، یعنی این که فرماندهان هیچ ارزشی برای پرسنل قائل نیستن، حتی اون پرسنلی که جونشون رو گرفتن کف دستشون تو مرز کشور رو ایستادن و دارن مرزبانی میکنن، اون بخشی که ستم میکنه، اون بخشی که ظلم میکنه، اون بخشی که داره سرکوب میکنه، ما اصلا کاری با اون نداریم. بخشی از مردمی بودن، قسمتی که از مردم هستن، بعضی از سربازای نیروی مرزبانی کشور، بعضی از پرسنلی که تبعید شدن به مرزبانی به خاطر تمردهایی که داشتن، به خاطر اینکه تو سرکوب شرکت نکردن، یکی از تبعیدگاه پستای مرزبانی هست. اون بخش هستش که حالا آقای تمیزکار توضیحات کاملی رو راجعشون دادن و هستم در خدمت، زمینی که آقای عبداللهی هم اومدن داخل استادیوم. درود بر شما. عرض به حضور شما که ما در همین چند سال گذشته یا اصلا چند ماه گذشته، از ابتدای سال جاری تا الان، چندین مرزبان به دست حالا نیروهای خارجی تا حالا اشرار، حالا هرچی که اسمش رو ببریم، کشته شدن. ولی ویدیوها خیلی جالب بود. ویدیویی دیدم خودروی مرزبانی مسلح هست، یعنی یک سلاحی داخل این پیکاپ هست، دوشکا قرار گذاشته و روی دوشکا کاور گذاشتن که اون اسلحه خط بهش نیفته و حالا یعنی اجازه شلیک نداره وقتی کاور میذارن، یعنی آماده به شلیک نیست، یعنی چیزی که ما نظامی ها میده ارزش یک اسلحه از ارزش جان چند ده نفر بیشتر هست. ما چند سال پیش بود که فکر کنم چند ماه پیش بود یا چند سال به دقیقاً حضور ذهن ندارم، سردار رضایی اومدن گفتن که آره مرزبانی باید با موتور گشت بزنن. شما فکرشو بکنید داخل یک منطقه‌ای که پر از کمین هست، بالاخره گروه‌های نه همین کشورهای همسایه ما هامر دارن، ترکیه هامر داره، اصلا شما مرزبانی امکانات ترکیه رو شما بخواید مقایسه کنید اصلا قابل مقایسه نیست. نه برای مرزبانی شما امکانات مرزبانی رو با نیروی انتظامی با یگان ویژه بخواید مقایسه کنید اصلا قابل مقایسه نیست. نه یگان ویژه اون وقت داخلی برای سرکوب مردم استفاده میشه، اون برای دفاع کشور استفاده میشه. این تفاوته، این تناقضه واقعا فاحشه و نمیدونم چی اسمشو بذارم، ظلمیه که جمهوری اسلامی به مردم داره. ما متاسفانه تو این 45 سال یک تابویی در جمهوری اسلامی بود به اسم آگاهی که بعد از روی کار اومدن فضای مجازی این کم کم این تابو داره شکسته میشه و خب هموطنهای ما در گوشه نقاط کشور مطلع شدن، آگاه شدن که چه جنایاتی داره جمهوری اسلامی حالا به دست همین نیروها داره انجام میده. ولی باز ما یک محیط بسی در فضای نیروهای مسلح داریم. حالا من نسبت به سپاه اطلاع اشراف کامل ندارم، ولی خب در خصوص ارتش و نیروی انتظامی میدونم که اینطور هست. خیلی از کارکنان درجه دار تا رتبه 14-15 اجازه استفاده از گوشی هوشمند
دوربیندار رو ندارن. یعنی یک مرزبانی که داخل مرز داره خدمت میکنه دو ماه 45 روز داره اونجا استقرار میزنه که بخواد 15 روز مرخصی بیاد، اگر خدای نکرده دلش برای پدرش تنگ بشه، دلش برای مادرش تنگ بشه، واسه همسرش تنگ بشه، واسه فرزندش تنگ بشه، نمیتونه تصویری دو دقیقه خانوادش رو ببینه. یعنی آرزو شده براشون. حالا امکانات دیگه مثل دوش و آب شرب و لوازمی که بالاخره لوازمی بهداشتی اینا هم ندارن، اینا هم باید بگیم. آره، اصل کار اینه که لوازم بهداشتی اینا ندارن، ولی طبق اون قانونی که در حفاظت نوشته شده جز رده مدیریتی یا رده فرماندهی، معاونتی و فرماندهی، کسی اجازه، حتی هیچ کدوم از پرسنل اجازه استفاده از گوشی هوشمند رو ندارن. اون گوشی مدیریتی و فرماندهی و معاونتی هم گوشی های نظامیه که ما میدونیم دیگه، خطش خط نظامیه، در اختیارشون قرار میگیره. حتی گوشیش هم سازمان یا همون یگانی که خدمت میکنن تهیه میکنه، از مخوالشون میگیرن و استفاده میکنن. اینا رو دیگه میدیشن. یک چیز جالب برای شما خدمت شما عرض کنم. خواهش میکنم. ما سیستم های نیرو انتظامی رو چند وقتی میبندن، یعنی یک مدت یک سیستم رو میبندن بعد یک سیستم دیگر رو میبندن، به خاطری که کارکنان نیرو میدونن که خیلی ها از یک سال یکی دو سال گذشت از قیام مهسا ریزش کردن، بالاخره حالا مخالف چیز از ترسشون بعد آره سیستم ها رو میبندن. یعنی اون مثلا حالا مرزبان یا اون پلیس میاد مثلا در یک شهری میاد یک خودرو رو تعقیب قرار میده، نمیتونه استعلام اون ماشین رو بگیره که آره این خودرو آیا سابقه کیفری داره نداره، اصلا باش قاچاق اسلحه کرده، یا آقا این بنده خدا کاسبه داره کاسبی میکنه، یا اینکه آقا متهمی که گرفتن این آدم سابقه سوی سابقه کیفری داره یا نه. یعنی اینها خودشون دارن کاری میکنن که امنیت مردم به مراتب بیشتر در خطر بیفته، و خب امنیت مردم در خطر بیفته، امنیت خب خانواده اون نیروی مسلح در خطر میفته. بالاخره نیروی مسلحی که چند ساعت با محل سکونتش فاصله داره، خانوادهش، زنش، بچهش، پدرش، مادرش توی اون شهر، توی اون کشور را زندگی میکنن. ساترز. و این وظیفه به نظر بنده این وظیفه ماها هست که حالا چندین سال در بدنه نیروهای مسلح بودیم، خدمت کردیم، چیزها رو، این معضلات رو با پوست و گوشت و سخون دیدیم، و الان بیایم شفاف سازی کنیم. ما نمیتونیم در رو ببندیم بگیم آقا کل نیروهای مسلح بعد و بعد از اون وقت انتظار ریزش داشته باشیم. ما باید یک دری همونقدر که دافعه داریم باید جاذبه هم داشته باشیم. باید بدونیم که آقا این عدم اطلاعات، عدم آگاهی، عدم دسترسی به فضای مجازی به خاطر این هست که رژیم جمهوری اسلامی نمیخواهد که نیروهای نظامیش آگاه بشن، نمیخوان که نیروهای مسلح سمت مردم بیان. اصلا باید اون پیونده ایجاد بشه. ببین رضا جان، حالا میونه کلامت باز، اون پیوند نیروهای مسلح و مردم ایجاد بشه، اون روزیه که تقریبا میشه گفت رژیم دیگه کارش تمومه، یعنی فاتحهش خونده است و باید بره دنبال کار خودش و باید برنامه داشته باشی. من فقط یک مثال خدمت شما میزنم، ما هر چقدر نیروی مسلح بیشتری داشته باشیم به مراتب سرنگونی جمهوری اسلامی با هزینه کمتری رقم میخوره. ما فقط یک مثال هست، دیدی چند روز گذشته فکر کنم تقریبا دو سه هفته میگذره از این داستان که شبانه اومدن یک طرحی زدن، تمام نیروها رو خواستن در کنارش گشت ارشاد و فلان و بسار همه جوره چیز کردن، و از اون ور خب با پهپاد و فلان و بسار به سمت اسرائیل یک جنگ زرگری رو شروع کردن. ما بگیم فردای روز جمهوری اسلامی رفت، خدای نکرد طرف بگه آقا من که داره میرم خب بذار کشورم بره، آقا فلان بمب و فلان جا بگذاریم، ما باید نیروهای مسلح رو داشته باشیم. امنیت شهرها هم باید نیروهای مسلح باشن، اون افرادی که خودجوشن یا مردمی هستن
آموزش دیده نیستن که بتونن تأمین یا امنیت ایجاد بکنن داخل شهرها. قطعا باید از این نیروهای ریزشی برنامه باشه، برنامه مدون باشه و کارآمد باشه که بشه از این نیروهای ریزشی برای تأمین امنیت چه مرزها و چه داخل شهرها استفاده کرد. قربانت، فکر کنم دیگه ما باید بریم. جناب عبداللهی میان راجب کمک های اولیه و با توجه به تخصصی که دارن راجب مسائل بعد از این که مثلا گاز اشکاور رو چجوری برخورد بکنن و هستیم مثل که در خدمتشون. درست به شما جناب عبداللهی، فکر کنم شما رو هم تو تصویر داریم ما. درسته جناب شعاراتی؟ بله من صداشون رو نداریم، فقط صداشون نمیدیم. درود بر شما جناب سبزواری، صدای بندر. درود به شما جناب عبداللهی، خوشحالم در خدمتون هستیم. رضا گرامی اگه کار داری شما، اگه باید جایی بری وقتی هست و اگه بمونی که خوشحال میشی، ولی اگه میخوای بری ما از شما خدافظی بکنیم، در خدمت جناب عبداللهی بشیم. قربانش، موفق و پیروز باشید. پاینده ایران ایرانی. قربانت، لطف کردی. خب جناب عبداللهی عزیز و گرامی، شما آقای شهیدی، آقای شهید، من نصفه شدم. آره یه زحمت بکشی اگه دوتامون باشیم خیلی بهتر. آره عرض کنم خدمت شما بینندگان، ببخشید دیگه امروز یه ذره ما این تجهیزاتمون استدیو یه ذره چیز شده، پخش زنده است و هم ریخته، ولی در خدمت جناب عبداللهی هستیم با تخصصی که ایشون داره. ایشون از کارکنان، درود مجدد به شما. من میخوام خودشون دیگه یه بیوگرافی از خودشون، باز صداتون نیست جناب عبداللهی، صداتون، میخوام یه بیوگرافی از خودشون بگن، چون ایشون در گذشته در برای آتش نشانی کار میکردن و در خدمتتون هستن و میشنوم صداشون. در خدمتتون. الان صدای بنده رو دارید جناب آقای سبزواری؟ من افشین عبداللهی، مدیریت جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران هستم و خب قبلا هم افتخاری رو داشتم که در همین ساختار ولی با نام هلال احمر به اصطلاح ایران یا هم جمهوری اسلامی فعالیت می کردیم و خب پس از خروج از ایران اقدام کردیم به اصطلاح احیا و زنده کردن نام شیر و خورشید سرخ ایران. این جمعیت رو دوباره احیا کردیم و خوشبختانه در کشور آلمان هم به ثبت رسیده و در سالیان گذشتم سعی کردیم در همین راستا فعالیت های بشر دوستان خودمون رو داشته باشیم، من جمله کمک و یاری به هممیهنانمون، بحث آموزش در راستای اعتراضات و تجمعات و همچنین بحث براندازی در حد توانمون از موقعیت هایی که داشتیم استفاده کردیم تا هممیهنانمون رو دانش و آگاهیشون رو بالاتر ببریم برای زمانی که نیاز هست. عزیزان در میدان مبارزه به صورت رو در رو قرار میگیرن، بتونیم در راستای نجات جان هممیهنانمون با کمک کادر درمانی و همچنین اعضای جمعیت در داخل ایران فعالیت بیشتری داشته باشیم. در خدمتتون هستم. قربان شما، خیلی ممنون اینکه تشریف آوردین و من شنیدم که راهکارهایی دارین برای بحث گاز مقابله با گاز اشکاور یا کمک‌های اولیه. اون جلسه ای هم که فکر کنم سال گذشته بود در کوران شلوغی ها و اعتراضات ما با هم صحبت کردیم، راهکارهای شما داشتی راجع به این که مثلا بچه ها اگه موردی برشون پیش اومد، مورد اصابت ساچمه قرار گرفتن یا گاز اشکاور شد چیکار کنم. من میخوام ساکت باشم دیگه، این مابقی رو شما زحمتش رو بکشی با توجه به تخصصی که دارین هدایت کنید برید جلو. من دیگه صحبت نمی کنم، در خدمت. سپاسگزارم. در ابتدا توضیح بدم واسهتون که خب کمک های اولیه و اقداماتی که ما باید در هر زمان آمادگیشو داشته باشیم اخص در میدان مبارزات چه تأثیری بر روند مبارزات داره. متاسفانه هر کدوم از عزیزانی که به هر علتی مجروح یا مصدوم میشن کسانی میشن که دستگیر میشن و بسیاری از عزیزان که دستگیر شدن متاسفانه شاهدش این بودیم که جان خودشون رو حتی در زندان ها از دست دادن. پس تا اونجایی که میتونیم ما به عنوان نیروهای امدادی و کمک رسان باید سعی بکنیم در میدان مبارزه اولا که حضور داشته باشیم، ثانیا با توجه به دانش و اطلاعاتی که داریم و امکاناتی که به همراه خودمون میبریم تلاش بکنیم که کمترین تعداد مجروحین و مصومین رو
به اصطلاح شرایطی ایجاد بشه که به چنگ این اهریمنان بیفتن. یکی از عواملی که اتفاق میفته و عامل اصلی و بازدارنده است که نیروهای سرکوبگر ازش استفاده میکنن، بحث شلیک گاز اشکاور یا استفاده از اسپری‌های مخصوص فلفل هست که این بیشتر بحث به اصطلاح از کار انداختن اون نیرو و اون به اصطلاح کسی که مقابل نیروهای انتظامی قرار گرفته، ایجاد استرس، ترس، وحشت و در نهایت دستگیری اونها رو داره. خب این گازها معمولاً به خاطر مسائل شیمیایی که دارن در ابتدا به صورت جامد هستن، ولی وقتی که شلیک میشه به صورت گاز و یا بسیار ذرات کریستالی کوچکی ظاهر میشه. قدرت ماندگاری زیادی نداره، در دقایق بعد شروع میکنه به فرونشست کردن و سطح اون پایین میاد و به تبع بر همین اساس هست که ما باید سریع منطقه رو ترک بکنیم، یک، یا اینکه اگر مجروح مصدوم بر روی زمین داریم سعی کنیم سریعتر اون رو انتقال بدیم، چون این به ترتیب سطح این گاز به سمت پایین میاد و درگیری بیشتر میشه با بدن و به اصطلاح اخص چشم، راه هوایی و منافذی که ما در اصل در راستای تنفسمون هست، در اصل راه هوایی. خب این گاز چه تأثیری داره؟ میاد و بر از طریق اشک چشم، بزاق دهان، مخاط بینی، محلهایی که تعریق انجام میگیره، قسمت هایی که مرطوب میشه در بدن، روی اون میشینه و اونجا به اصطلاح شروع میکنه واکنش شیمیایی خودش رو که توأم با سوزش شدید در ناحیه چشم، دهان و راه هوایی هست، اخص و خب به تبع پشت سر تهوع، استفراغ و دوبینی و یواش یواش کمبینی، و این کمبینی باعث استرس بیشتری میشه و در نهایت فرد توان خودش رو از دست میده و به چنگ نیروهای سرکوبگر میفته. معمولا این گازها رو یا به صورت دستی شلیک میشه یا به صورت اسپری، دیدین که در مستقیما به صورت افراد اخص فلفل به صورت اسپری فلفل شلیک میشه، به صورت مصرف میشه یا استفاده میشه. مورد بعدیش به صورت نارنجک های دستی است که پرتاب میشه، اینها حالت چرخشی نداره، خیلی گرم نیست، میشه سریع اینها رو با یک دستکش، اگر اون افراد اونجا هستن همیهن اون دستکش به دست داشته باشن، حالا توضیح میدم، این دستکش بردارن یا به سمت خود مثلا نیروهای سرکوبگر پرتاب بکنن یا به جاهای پرتاب بشه که حالا اگر در کنارشون رودخانه، جوی آب یا امثال زالک وجود داشته باشه، جایی که تعداد افراد کمتری باشن، بهترین حالتش بازگردوندن به سمت همون شلیک کننده است. مورد بعدیش مورد به اصطلاح نارنجک انداز هست که این به شدت گرم هست و حالت چرخشی داره و کنترلش خورده سخت میشه و متاسفانه سال گذشته یکی از عزیزان که الان من عکسش هم اینجا برای شما پخش میکنم، آقای امیر عطایی هست که جوان 16 ساله بود که اینو مستقیما متاسفانه به صورت ایشون شلیک شد و در این تصویر هم میبینید که در نهایت هم بعد از چندین ماه جان خودش رو این نوجوان از دست داد. یعنی شلیک کردن این به اصطلاح خود گاز اشکاور هم میتونه این اساسه یک متری به این عزیز شلیک شده بود. خب گفتم که این خصوصیاتی که داره، خوشبختانه با ایجاد آتش در حرارت بالای 350 درجه شروع میکنه اثر خودش رو از دست میده و عرض کردن که بیشترین تأثیر رو در محلهایی که تعریق انجام میگیره و مخاط بینی انجام میگیره. چون مطالب زیاد هست، من سعی کردم که یک مقدار به صورت نوشتاری بتونیم اینو برای عزیزان توضیح بدیم. حالا اقداماتی که ما باید انجام بدیم هم بیان عزیز اینه که یک، در مرحله قبل از که میخواییم در تظاهرات شرکت بکنیم، اخص کسانی که به عنوان لیدر هستن و مسئولیت یک گروه رو به عهده دارن یا کسانی که میخوان فعالیت بیشتری داشته باشن، باید یک سری چیزا از قبل آماده بکنن و اینا رو در اختیار خودشون و به همراه خودشون خدمتی در شود ببرن. بهترین حالتی که میتونن داشته باشن و مهمترین بخش، استفاده از لباسهایی است که تا اونجایی که میتونه پوشش بده به بدن، یعنی مقدار کمتری از بدن با این گاز در ارتباط باشه. پس پوشیدن لباسهای در حد توان، حالا آستین بلند و امثال زالک، میتونه به ما کمک بکنه. دستکش، کلاه و خدمتون که عرض شود جوراب‌های بلند. حالا الان درسته که ما باید بحث مقابله با مثلا حجاب رو داریم، ولی همین روسری یا همین به اصطلاح چیزی که در اون مقطع میخواد استفاده بکنید میتونه خیلی کمک بکنه، به خاطر که میاد این مواد در داخل مو قرار میگیره، قسمت پیشانی، و بعد یواش یواش وقتی عرق میکنی باز دوباره به سمت پایین میاد و وارد چشم میشه. پس
همین ها هم میتونه به ما کمک بکنه. قبل از که میخوایم بریم وارد به اصطلاح میدان مبارزه بشیم، اگر نگاه کنید من یک تعدادی آوردم براتون. ببینید عینک هایی هست که مخصوص موتور سواری هست، اینها در کنارش یک لاستیک هایی داره، وقتی که به چشم زده میشه این محفظه ای که به اصطلاح اینجا داره میتونه جلوی ورود گاز رو بگیره. و از طرفی هم اگر خدای نکرده مورد اصابت ساچمه قرار گرفتیم، مقدار بسیار زیادی میتونه ضرب همین ساچمه ها رو بگیره. البته اگه اینو بردارن عینک ایمنی استفاده کنن به نظر من بهتره، عینک های ایمنی ساچمه رو میگیره. بله حالا میگم که این چون عموم مردم جناب سبزواری نمیتونن اینها رو در اختیار داشته باشن، سعی میکنیم از امکانات که داریم میتونن کسایی که به عنوان لیدر هستن و مسئولیت رو حالا بعد در ادامه براتون توضیح میدم لیدرها چه کسانی هستن که تا اونجایی که میتونن باید بحث ایمنی رو رعایت بکنن. اگر اصلا ما بتونیم از ماسک های به اصطلاح مخصوص ضد گاز استفاده کنیم، ماسکا که ذره سخته جناب عبداللهی، ولی همین عینکا رو میون کلامتون میتونن اینا از ابزار فروشی ها تهیه کنن، عینکای از این قوی تر هم هست که میتونن تهیه کنن و جلوی ساچمه رو تا حدود زیادی میگیره، بسیار زیادی میگیره. اینها دقیقا از همون به اصطلاح عینک های مخصوص کار هستن که خود من همونجا استفاده میکردم، عینک های مخصوص شنا هست بعضن. اینها خوبی که در این لاستیک هایی که در اطرافش داره ملاحظه میکنید، اینها کل محفظه رو میپوشونه و از ورود گاز جلوگیری میکنه. خب حالا همون ماسک معمولی که در زمان کرونا زده میشد و استفاده میشد رو میتونیم دوباره ازش استفاده بکنیم، ولی یک مسئله وجود داره. این ماسکایی که حالا به صورت معمولی یه نمونهش من اینجا دارم، یه ها ماسکای بسیار ساده بود که استفاده می‌کردیم و این ماسکا رو به جلوی دهان می‌زدن، اگر ما بتوانیم هر بار که می‌خوایم حضور پیدا بکنیم در به اصطلاح میدان مبارزه 50 تا 100 سی سی سرکه سیب یا آب لیمو داشته باشیم که حالا یا به این صورت یا به صورت افشانه می‌نی به این صورت می‌تونیم فشار بدیم و بر روی گاز خدمتتون که عرض شود، گازهای استریلی بود که ببینید گازها یا پدهای استریلی هست که میشه اینها رو آغشته کرد و داخل همین ماسک ها گذاشت، یک یا دوتاش داخل ماسک گذاشت و به روی صورت زده بشه، این سرکه سیب یا آب لیمو میتونه تأثیر خیلی خوبی داشته باشه. حالا ما اگر هیچ کدوم اینها رو نداشتیم، در یک بخش آموزشی ما در راستای استفاده از کمترین امکانات، باند سه گوش، باند کراواتی، حمل مصدوم و اینها داشتیم آموزش میدادیم که حالا امیدوارم در برنامه آتی بتونیم اینها رو در خدمت همیهنمون باشیم. یک پارچه یک متر در یک متر رو اگر ما ملحفه‌ای رو داشته باشیم، ببینید در قالب 10 سانت در 15 سانت پارچه‌ای رو برش بزنید، اینها رو میشه به جای همون پدها استفاده کرد، یک مقدار مرطوب کرد، داخل ماسک گذاشت و جلوی دهان و بینی قرار داد. حالا اگر بردن اینها برای ما سخت هست، میایم چیکار می‌کنیم؟ یه تعدادی از همین‌ها رو آغشته می‌کنیم و در درون یک پلاستیک حالا کیسه فریزری همراه خودمون داریم که اگر حالا به تعداد بیشتری هم همراه خودمون بریم که اگه تونستیم به هموطنان دیگه‌مون هم بدیم. بردن این ماسک ها خیلی خدمتتون که اصلا سنگین و حجیم نیست، ولی تعدادی از اینها رو میتونیم هم خودمون استفاده کنیم و هم به هممیهنان عزیزمون بدیم. پس ما میتونیم با کمترین امکانات اینها رو در کنار هم دیگه ازشون استفاده بکنیم. خب گفتم که کلاهای هم ببینید، همین کلاهای خدمتتون که عرض شد ملاحظه کنید، این کلاها رو کلاهای مخصوص دوچرخه سوارا است، اینا خیلی کمک میکنه در همین بحث میدان مبارزه که داریم شرکت میکنیم. یا کلاهای ایمنی کارگری هست، من این ساده حالا من نمونهایش هم آوردم خدمت همیهنان. این کلاها رو میشه راحت هم گونه که جناب سبزواری هم فرمودن، اون ماسکار که اگه تهیه میکنیم، یعنی ماسکای کار یا موتور سواری یا ماسکایی که مخصوص کار هستن رو تهیه میکنیم، این کلاها هم میتونه تهیه بشه. خب حالا بعضی موقع شاید بپرسن که اینها باعث شناخت شدن ما میشه و امثال ذالک. به تبع ما در بحث مدیریت میدانی وقتی که حالا آموزش دیگری هم داریم 100% نشون میدیم که سعی باید بکنیم که لیدرهای ما دستگیر نشن. این بحث برمیگرده به یک بحث گروهی که حالا امیدوارم با دوستان و عزیزانی که در بحث ارتش، نیروهای انتظامی و پلیس دارن فعالیت میکنن، یک برنامه‌ای هم در این خصوص داشته باشیم. پس داشتن یک سری امکانات اولیه خیلی مهمه. از همه مهمتر داشتن بطری آب هست، در حد توان چند بطری آب رو حتما با خودمون داشته باشیم. اون پدهایی رو که گفتم در مورد اسپری فلفل، ما میتونیم همون پدها رو آغشته بکنیم به الکل صنعتی و در همون پلاستیک ها داشته باشیم که برای پاک کردن پوست هست نه برای چشم، اینو باید حتما دقت بشه. استفاده از اسپری سالبوتامول و
اپینفرین، آمپول اپینفرین، یه میداد تخصصی تر میشه که بچه های امدادگران ما و کادر درمانی که حالا اونها امیدوارم در همین مراحل در کنار هم میهنانون باشن، در زمانی که مصدوم دچار شوک آنافلاکسی و امثال ذلک میشه، یا کسانی که اون اسپری که عرض کردم که معمولا دیدید که در دهان زده میشه برای باز کردن راه هوایی هست. خب این چیز هست که تقریبا قبل از اینکه بخوایم بریم حتما داشته باشیم. دستکش هایی هست که حالا بعد در این فیلم ها بهتون نشون میدم که چیکار باید بکنیم که بتونیم گازها رو برداریم و به سمت به اصطلاح خود کسانی که این گازها رو به سمت مردم شلیک کردن بازگردیم. خب اقدامات اولیه که انجام میگیره در حینی که شما وارد میدان شدید گاز اشکاور شلیک شده، چون گفتیم این اول به صورت جامد هست و به صورت گاز در میاد، یک بوی شبیه بوی فلفل یا گازوئیل داره، دود سفید ایجاد میشه که همه همیهنانون دیگه مطمئنا در این 45 سال گذشته این مراحل رو خود به خود بارها و بارها شاید تجربه کردن و استنشاق کردن. همین ماسک‌ها رو ما باید در اون بحث شیمیمره که عزیزان نظامیمون بهتر میدونن، در عرض 9 ثانیه در عرض کمترین واحد زمانی ما باید از همین ماسک‌هامون استفاده بکنیم. مهمترین بخشش اینه که برخلاف جهت باد و اونجا که اون کپسول شلیک شده حرکت بکنیم، رفتن به مناطق مرتفع چه تأثیری داره؟ به خاطر گفتیم گاز یواش یواش بعد از شلیک شروع به نشست میکنه، به همین خاطر از نشستن بر روی زمین جدا خودداری بکنیم، حتی اگه شده روی ماشین ها بیستیم. خدمتتون که عرض شود سری و سر مصدومینی که به زمین افتادن، حالا مجروح شدن رو باید بلندشون کنیم چون گاز شروع میکنه پایین آمدن و احتمال درگیر شدن مصدومین بیشتر میشه. خب در حد توان سعی کنیم با سرفه کردن، فین کردن و خدمتون که عرض شود مقداری آب در دهان چرخوندن و خارش کردن لااقل راه به اصطلاح ورود این گاز رو برای مسمومی یا برای خودمون باز نگه داریم. شستشو حتما با اون آبی که گفتم باید با آب خنک باشه، از آب گرم استفاده نشه. موقع شستشو کردن در محل خیلی مهمه که حتما سر باید به سمت پایین و از فقط قسمتی که کره چشم وجود داره و از قسمت بالا ریخته بشه و از یک سمت پایین بیاد که این آب به سمت پایین تر به سمت لباس ما و امثال ذلک نره. بعضی ها هول میشن، میترسن، آب رو شروع میکنن از روی سر ریختن. همین موادی که در بین موها قسمت های پیشانی و عرق کرده به اصطلاح با گاز آغشته شده، اینها دوباره شسته میشه و برمیگرده پایین. پس شستشو باید حتما طوری باشه که فقط همین قسمت رو در ابتدا، یعنی این فقط در محل هست، بعدش رو بهتون میگیم چیکار میکنه، این قسمت شسته بشه. تا اونجا که میتونیم در ابتدا هر مقداری که آب داریم رو در برای شستشوی مثلا این چشم انجام بدیم. قبل از که بیان اقداماتی باید قبل انجام میدیم. اگر ما لنز استفاده میکنیم عزیزان، این لنز ها رو بذارید به کنار و سعی کنید از همون عینک های معمولی که قبلا استفاده میکنید، حالا یا حتما دارید، بعضا لنز دارن عینک هم دارن، سعی کنید از عینک استفاده کنید. همون عینک میتونه خیلی کمک بکنه اگه ما عینک کار نداشته باشیم، عینکی که بهتون بعضا نشون دادم نداشته باشیم، همین عینک معمولی تا حد زیادی میتونه به ما کمک بکنه. پس لنز رو باید در بیاریم. چرا؟ چون این میره به حد فاصله لنز و مردمک چشم به اصطلاح قرار میگیره، مثلا میخوام عنبی قرار میگیره و این قسمت رو همونجا میمونه و بدتر انجام میشه. و اگر خواستیم در اونجا در بیاریم حتما شخصی انجام بده که آغشتگی دست نداشته باشه، یعنی با دستان تمیز حتما انجام بده. خب اون پدها و پارچه‌هایی که بهتون گفتم رو چه استفاده میکنیم؟ این پدهایی که داشتیم استفاده میکردیم برای پاک کردن مثلا قسمت های دیگری است که با آب شستشون ندیم و اجازه نداشتیم آب بریزیم. و اون بحث پد الکل در گاز فلفل خدمتتون که عرض شود، چون ما در گاز فلفل تحت هیچ عنوانی نباید از آب استفاده بکنیم، بعضا حالا توصیه های شده که از شیر استفاده بشه. دوستانی دیدم که توی ویدیوها اومده بودن گفتن آب و مثلا نمیدونم انجسته که مثلا اون داروی هست که مخصوص معده هست و معروف بود که استفاده میشد، اینو قاطی کنید و بشورید. اینها چیزی هست که توصیه نمیشه. بهترین حالتش آب هست و حالا در اون مقطع فکر میکنم آب راحت ترین و در دسترس ترین به اصطلاح مایعی هست که ما میتونیم از اون استفاده بکنیم. و خدمتتون که عرض شود اون اسپری هم که گفتم بهتون، در زمانی که ما میخوایم در حالت خیلی حادی رو از
مصدوم میبینیم که احتمال خفگی داره، چون گاز فلفل و اینها باعث میشه که لب داخل دهان و مجرای تنفسی شروع کنه به متورم شدن و این تورم باعث میشه که متاسفانه بس تنفس خیلی بد بشه و وقتی که تنفس کمتری داشته باشیم خود به خود خون رسانی و اکسیژن رسانی به مغز هم کمتر میشه و احتمال بیهوشی میشه و اینکه انتقال مصدوم برای ما سخت‌تر میشه. خب حالا این تا اونجا که میتونیم سری و سر باید از منطقه خارج بشیم. چرا باید خارج بشیم؟ به خاطر که رسوب هی بیشتر بیشتر میشه و افراد بیشتری رو آغشته میکنه. به تبع رفتن به یک منطقه ای که حالا امن‌تر باشه به ما کمک میکنه. حالا تصور بر این هست که ما تعداد عزیزان تونستن خودشون رو از مهلکه نجات بدن، به منزل یا به مناطق امنی رفتن. در اونجا باید جناب عبداللهی من جناب عبداللهی پوزش میخوام، ظاهرا وقت برنامه ما داره تموم میشه. واقعا توضیحاتتون خوب بود، استفاده کردیم. حالا در برنامه های بعد ما در خدمتتون هستیم و این نویدو میدیم که شما به تنهایی بتونید برنامه اجرا کنید و این دوستان استفاده کنن از توصیه و فرمایشات شما. عرض کنم که ما بیشتر توان که در حال بعد چند کار انجام میگیره امیدواریم که بتونیم در یک برنامه دیگر خدمت همی هم باشیم. سپاسگزارم از این فرصت که دادید شد بتونیم بیشتر با هم مردم بمونن تو خیابون ها، بتونن موندگاریشون زیاد بشه و اینکه ما نظامی ها یه سری مراحل داریم مثل همون گاز زغال اکتیو و استفاده کردن از اون لای پارچه های تنظیف رو میتونیم با ماسک بزنیم و خیلی راحت ازش استفاده کنیم و خیلی ساده تر میشه مقابله کرد با اینجور چیزا. من واقعا از شما سپاسگزارم که دعوت تیم ما رو پذیرفتید، چون تیم ما داره این کار رو انجام میده و تشریف آوردیم به برنامه ما. ایشالله در برنامه های دیگه، حالا ایشالله که میگیم روی عادته، امیدواریم که در برنامه های دیگه شما رو داشته باشیم و بتونیم ازتون استفاده کنیم. هر موقعی که شما زمان داشتید و زمان به ما اجازه میداد در کنار شما خواهیم بود و توصیه های شما به عنوان کارشناس کمک های اولیه و امداد و نجات استفاده خواهیم کرد. سپاسگزارم. با شما و با شبکه پارس ضمن تشکر از مردم شریف خدا نگهدار. تو امسال تو را مقتول میکردن صدا، تو تصویر من را به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما زندگی